سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان در یکی دیگر از روزهای خجسته نوروز با شما هستیم در این برنامه. این بار از واشنگتن حکایت غریبی است. از لس آنجلس به واشنگتن حدود 5 ساعت پرواز، اما دو طبیعت کاملا مختلف. درجه حرارت در لس آنجلس بالا و بالای 30 درجه و در این سوی آمریکا، این سرزمین، کمتر از 20 درجه. اینجا نزدیک به 40، اینجا کمتر از 20. گرما و سرما. بسیاری هم بر این اعتقاد هستند که طبیعت ایران شبیه طبیعت سرزمین آمریکاست. طبیعت متنوع، طبیعتی که در بهار شکوفا می شود در همه نقاط ایران. در شمال، شرق و غرب ایران سرشار از گل و گیاه و در جنوب نیز سرشار از سبزه و هوایی معتدل. در این زمینه حتما سخن خواهیم گفت با میهمان گرامی برنامه، آقای حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی. نگاهی خواهیم انداخت به روند اقتصاد، امور اقتصادی در سال خورشیدی گذشته، آنچه که در ایران گذشت و آنچه که بر سفره مردم ایران گذشت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای منصور گرامی، با سلام به شما و خجسته باد نوروز ایرانی. سپاسگزارم جناب آقای چالنگی. من هم فرصت استفاده میکنم خدمت همبیهان عزیز، نوروز خجسته رو شاد باش عرض میکنم با بهترین آرزوها برای سال نو. آقای منصور، در آغاز صحبت تنوع طبیعی بود که در آمریکا هست. سالیان سال هست که کارشناسان یک تشابهی بین طبیعت ایران و آمریکا بهش اشاره میکنن. در ایران هم در فصل زمستان اختلاف درجه آنچنان هست که در شمال میشه رفت اسکی کرد روی برف، اونایی که البته اهل اسکی هستن، و در جنوب میشه رفت در خلیج فارس شنا کرد. این طبیعت، این اختلاف تنوع طبیعی تا چند اندازه مهم بوده در اقتصاد آمریکا و تا چند اندازه نادیده گرفته شده برای بهره‌مند شدن در اقتصاد ایران؟ بله قربان، اگر این سوالی باشه جناب چالنگی، طبیعی است ایران از نظر تنوع آب و هوا یکی از متعادل ترین کشورهاست، برای اینکه شما تقریبا 4 فصل منظم دارید و در هر 4 فصل دسترس دارید به هوای ملایم، هوای نسبتا خنک و در زمستان سرد و هوای گرم. به این ترتیب هم از نظر کشاورزی و فراوردن انواع میوه ها تنوع داره، غنی است، و همین که برای توریسم مجالهای بسیار مناسب طبیعی ایجاد میکنه که البته باید بر مبنای اون زیرساختهای لازم انجام بگیره. در این صورت ایران جاذبه های بسیار متعددی برای توریسم داره. همینطور در خلق و خوی مردم تأثیر میگذاره این قضیه، و به لحاظ ارزخرم تاریخی ایران یکی از سرزمین هاییست که ارزخرم با مردمی مهربان
و عرض کنم مهمان دوست شناخته شده و تمامی اینها سرمایه‌هایی است اگر به درستی ازش استفاده بشه زمینه توسعه اقتصادی کشور رو قطعا کمک میکنه بهش. البته پرسش‌های من جنبه اقتصادی حتما خواهد داشت، زمینه این خواهد بود، اما تردیدی نیست که مردم ایران به این صفاتی که شما گفتید مشهور هستند، ولی در میان همین مردم مهربان بسیاری از میهمانان رو به گروگان گرفتن و همین مردم مهربان در میان همین مردمان در سال گذشته بسیاری اعدام شدن و رکورد اعدام بالاترین بوده در سال گذشته. این به مهربانی مردم ایران ارتباطش رو از شما جناب منصور میپرسیم. از کنم جناب آقای چالنگی، ملاحظه بفرمید، ایران یکی از کشورهایی است که اقلیتی در اونجا به نام مردم حرف میزنند، به نام مردم عمل میکنند و مردم در این زمینه در واقع نقش فوق‌العاده کمرنگ دارند در عرض کنم سیاست های اینها. یعنی اینا تصمیم هایی رو میگیرند، اعلام میکنند و به نام مردم هم عمل میکنند، در حالی که مردم هرگز مورد شور و مصلحت در این زمینه ها قرار نگرفتند و اینا هم قطعا آماده نیستند که در این زمینه راه ها رو باز کنند که مردم ابراز نظر کنند. اونجا هم که ابراز نظر هر از گاهی مجالی میاد و میکنند، ببینید که وقتی موافق میل آقایون نباشه چگونه باش برخورد میکنند. مسئله انتخابات سال 88 یک نمونه اخیرشه، در حالی که هر روز از کنم این نمونه در گستره کشور بزرگ ایران دیده میشه. به این ترتیب بله، به این نکته اضافه بکنیم که در میان هر مردمی در جهان، نجیبترین مردم نیست، شما یه درصد ناچیزی از مردم رو پیدا خواهید کرد که از نظر اخلاقی، از نظر از کنم شعور پایین تر از متوسط هستند. اگر نیروی قصد و بران بکنه که این پایین ترها رو بسیج بکنه و به جان دیگران بندسه، طبیعی است که کشور تبدیل بشود به یک جنگل و این کاری است که در واقع در ایران انجام دادن. یعنی حاکمیتی که در 30 سال گذشته بر سر کاره یک گرایش طبیعی داره به نازلترها، پایینترها، از نظر اخلاقی، از نظر درک، از نظر فهم، برای اینکه با جهانبینی خودش اونها درست در میان. در نتیجه این اقلیت که بر سر کار می نشینند می تونن به نام همین مردم حرف بزنن، عمل کنند، خشونت ورزی کنند و صحنه‌های زشت عرض کنم اعدام رو در سر تا سر این کشور گسترده در نمایش مردم جهان بگذارند. به این ترتیب این به نام مردم عرض کنم شناخته می شود، در حالی که مردم به معنی وسیع کلمه در اینجاها نقشی ندارند. تصمیم ها به نام اونها گرفته می شود از سوی اون اقلیت حاکمی که خود به اون بخش اقلیت عرض کنم نادان تعلق دارند. بله خب البته هستن در اعضای دولت، من یک تحقیقی رو سراغ دارم، مطالعه کردم که اعضای دولت های پس از انقلاب چند درصدشون تحصیل کرده های دانشگاه های خارج هستن در دولت فعلی، که بسیار بگذاریم از پور محمدی ها، اینها مایه جز همون بسیجی های مورد اشاره شما هستن، دانشگاه های بسیار معتبر آمریکا، مثل آقای صالحی، مثل همین آقای ظریف، مثل بقیه. بله ملزم بفهمید تمامی دستگاهی که بر حکومت می نشینند پس از مدتی الیتی رو از درون خودش بیرون میده که اینها به ظواهر عرض کنم آموزش ها و درجه های تحصیلی دسترس دارن. این کار رو در تمام این کشورهای به اصطلاح انقلابی دیدیم که دیروز طرف مثلا چاوکش بود، امروز جنرال شده، دیروز عرض کنم باجگیر بود، امروز مهندس شده و این نوع. عرض کنم این پدیده در ایران نیست به نمایش گذاشته شد، به ویژه اینکه مدارج تحصیلی رو در ایران در واقع بسیار بسیار سبک کردند،
دانشگاه‌هایی که خودشون درست کردن، دانشگاه‌هایی بود در سطحی بسیار بسیار نازل، و بعد با امکانات مالی که ایران داشت کسانی رو به عنوان بورسیه به خارج فرستادن که اونجا درس بخوانن و برگردند. و به این ترتیب حتی اگر کسانی از در میان اینا افراد عرض کنم با سواد و درس خونده باشه، اینان به لحاظ فرهنگی و فلسفی یا عقب مانده هستند یا تظاهر به عقب ماندگی میکنند. شما همین بیانات آقای ظریف رو ببینید، ایشون افتخار میکند که وقتی در آمریکا بوده جز راه خونه و کتابخانه جای دیگر اصلا نمیشناخته و نمیدیده. یا افتخار میکنند به اینکه وقتی بچه بود پدرشون پیچ رادیو رو میبست که اینا به موسیقی گوش ندن. خب ایشون لابد تظاهر میکنه، ولی اگر واقعیت داره که فاجعه است، اگر تظاهر میکنند که دوباره فاجعه است برای ملتی که از کنم وزیرش به چنین ویژگی های فرهنگی افتخار میکنه. بله، خب البته در دستگاه هیتلر هم بودن بسیار بسیار افرادی که تحصیل کرده بودن و دانشمندانی هم که در خدمت هیتلر بودن، که باز از بابت دانشمند بودن حالا جای بحث هست که در ایران چنین کمتر هست، چون و کسانی که حاضر به همکاری در مورد برنامه اتمی نشدن مثل آقای اردشیر حسین‌پور، این خبر هست، این اتهام متوجه جمهوری اسلامی هست که به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی. و اما برگردیم به مسئله اقتصاد یا مسئله اقتصادی. آقای منصور عزیز، ببینید در سوئد، یک کشور یخزده، سوئد قطعا اطلاع دارید، در طول سال در همون فصل کمی که هست آفتاب در واقع دو بار گندم میکارن، به حدی که بخشیشو به همین همسایه های خودشون در اسکاندیناوی صادر میکنن. در ایران با این تنوع طبیعی چجور هست که محتاج حتی یونجه شدن از خارج وارد میکنه؟ چرا؟ مشکل کجاست؟ ملاحظه بفرمید، اتفاقا مسئله کشاورزی یکی از چیزایی بود که از آغاز پیروزی انقلاب ورد زبون رهبران انقلاب بود. دم از خود کفایی در این زمین ها می زدن. افتخارشون این بود که در موارد نظیر مثلا تولید گندم به خود کفایی برسن و نظیر این ها. در این زمین تلاش هم کردن، منتها تلاش هایی کردن بسیار به لحاظ علمی و فنی نازل و نادرست بود. یعنی نیروی کار رو به صورت خام عرض کنم برای ساختن جاده های درجه سوم، درجه چهارم درست کردن که با یک بادی، با یک عرض کنم بارانی شسته میشه، بعد از بین میره. و در نتیجه امکانات که فراهم آوردند بسیار بسیار گذرا و ناپایدار بود. این عملا به توسعه عرض کنم بخش کشاورزی منجر نشد. از طرف دیگه سیاست های اقتصادی عرض کنم دولت ها کمکی به این قضیه نکرد، به این معنی که قیمتگذاری روی کالاهای کشاورزی و بعد خرید محصولات کشاورزی و بعد وارد کردن کالاها از خارج عرض کنم که عملا از مایه کاری محصولات تولید داخلی ارزانتر در کشور عرضه می کردن، به ویژه در دوره آقای احمدی نژاد، این عملا به تخت قاپو شدن کار کشاورزان انجامید و بسیاری از زمین ها موارد مشخص رو از کنم بانک مرکزی در گزارش خودش بیان کرده که کشت چغندر به کجا رسید، کشت چای به کجا رسید، تولید قند و شکر به کجا رسید. تمامی اینا عملا به زمینگیر شدن بخش کشاورزی از کنم منجر شد. یکی دو سالی گفته شد که در ذره تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، ولی این نیز بسیار گذرا بود. و از سوی دیگر خود این نزد بیانات نظری آقایان بیاناتی بود در حدود 200 تا 250 سال کهنه. یعنی این تکیه بر خودکفایی، افتخار بر خودکفایی چیزی است که شما اگر در دوران مرکانتلیستا در حدود 260-270 سال پیش بیان می کردید اون روز اینها معمول بود، ولی بعد از اندیشه های ادم اسمیت اینها دیگه روفته شد و ریخته شد به از کنم سطلای آشغال. این نظرها قابل طرح نبود، برای اینکه افتخار و پیشرفتگی مبتنی بر خودکفایی
کفایی نیست، بلکه بر همبستگی متقابل بین اقتصادهای متفاوت جهان و مبادله کالاها بر مبنای از کنم مزیت‌های نسبی است و ثروت به این ترتیب هست که پرورده میشه. امروز از نظر اقتصاد، از نظر علم اقتصاد، در این زمینه توری‌های بسیار توانمند وجود داره که اینها رو ثابت کرده و از کنم نشون داده است. به این ترتیب مجموعه این عوامل از کنم نظام تسهیلاتی، نظام بانکی و نظام پولی مملکت، واردات، صادرات، تعرفه ها و اون برخورد های پریمیتیف به امر کشاورزی روی هم که انبار شدن مسئله کشاورزی ایران رو به صورت بسیار عقب افتاده در بردن. شما نمونه کشور سوئد رو که در واقع مالفارق هست با ایران مقایسه کردنش عنوان فرمودید. سوئد کشوری است که در حدود 55 و 60 هزار تا 60 هزار دلار درآمد سرانه شه. ایران درآمد سرانه از کنم از این دوغرنجی مسئله نرخ ارز که بگذاریم در حدود 5 تا 6 هزار دلار در بهترین صورت درآمد سرانه مردم ارز کنم، در حالی که در سوئد تقریبا 10 برابر 12 برابر این تولید سهم سرانه تولید ملی است. در زمینه کشاورزی همانطور که فرمودید با تمام شرایط نامساعد، چون بنده در اون کشور از کنم هم اقامت کردم و هم از کنم نظامش رو به دقت از نزدیک مطالعه کردم، اینها میتونن در بعضی از زمینه ها 2-3 و حتی 4 بار محصول بردارند و نوع گندمی که عمل میارند عملا بسیار گندم مرغوب و بسیار گندم عرض کنم پرباری است. یعنی نسبت به هر متر مربع زمین محصول بسیار زیادی برمی‌دارن. به این ترتیب این تکنولوژی ها، این راه ها بانچ که در ایران رفته شده قابل مقایسه نیستند. خب حرف من درست همینجا هست، یعنی اینکه این درآمد سرانه در سوئد که بالا هست نسبت به درآمد سرانه در ایران، علتش همین کاراست دیگه. میتونن به راه های رفتن که تونسته 2-3 بار گندم برداشت کنن توی همچین مملکت با وسعت کم و یخبندون در ایران با این وسعت و هوای معتدل. قطعا خاطرتون هست که سوئد، قطعا میدونید که سوئد، به 100 سال پیش برگردیم، برای بینندگان من توضیح میدم، کشور چندان قدرتمندی از نظر اقتصادی نبود یا صنایع 100 و چند سال. من درست آقای چالنگی، کشور سوئد در آغاز قرن 20 دچار آنچنان فقر و فاقه‌ای بود که بیش از 1 میلیون نفر از جمعیتش، که اون رو جمعیتش بسیار هم ناچیز بود، 1 میلیون نفر از اینها به روانه دیار آمریکا شدند. منتها همین کشور علاوه کشورهای برادر و همجوارش نظیر نروژ و دانمارک و فنلاند و حتی ایسلند، اینها که امروز هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ شیوه توسعه و هم به لحاظ فرهنگی در جهان نمونه هستند، اینا از هر جنبه که نگاه بکنید مسلط به علم امروزند. سوئد یکی از کشورهایی است که از کنم در مرز علم جهانی به پیش میتازه و از نظر تکنولوژی بسیاری از مثلا قطعات هواپیماهای آمریکایی رو سوئد میسازه، همینطوری که بسیاری از سلاح‌های بسیار مدرن رو سوئد، این کشور سولتوس، می‌سازه. اینها دانشگاهایی دارن که در سطح در بالاترین سطوح دانشگاه‌های جهانن، اساتیدشون همینطوری، در نتیجه فارغ التحصیلان اینها در صدر از کنم مقامات علمی جهانی می‌نشینن و همه جا مورد قبولن. نظام عرض کنم اداریشون یک نظام اداری تقریبا به طور کلی بری از فساد عرض کنم در اون کشور، که عموما هم در خدمت هستند و کارایی بسیار فراوانی دارن. یعنی شما اگر در ایران گفته می شود که هر کارمند روزانه چند دقیقه کار می کند، در سوئد یکی از بالاترین ارقام رو دارن. در نتیجه اینها کار مولد انجام می دهند و به این ترتیب در تمامی جنبه ها، من در دانشگاه های اونجا کار کردم، مردم رو، فارغ التحصیلان رو از کنم مقایسه کردیم، سطوح از کنم تحصیلی این کشورها رو با خود سوئد. بنده اتفاقا من این مسئولیت رو داشتم که
میزان تحصیلات دانشجویان ایرانی رو در قیاس با دانشکده های مشابه سوئدی ردبندی بکنیم. در این زمینه کارهایی انجام دادیم و عملا دیده شد که در هیچ زمینه‌ای تقریبا در بجز چند دانشکده ایران نظیر مثلا دانشگاه صنعتی شریف که در واقع فارغ التحصیل اونجا معادل سال سوم دانشگاه های سوئد ارزیابی شد، بقیه هیچ کدوم قابل قیاس نبودن، به طور که بسیاری از فارغ التحصیل ایرانی رو اصلا نپذیرفتن، به رسمیت نشناختن. به این ترتیب این کشور بسیار جالبی است، کشورهای بسیار جالبی که از نظر راهی که پیمودن برای رسیدن به این نظام شایسته سالار درسهای فراوون داره که باید اولی الابصار از ناچیزهایی یاد بگیرند. بله، آقای منصور اشاره کردن در دانشگاه های سوئد مشغول به کار بودن، کار کردن در سمت های مختلف، در حال حاضر هم هستن اساتید ایرانی تباری که در اونجا هستن. یکی از دانشگاه مهم سوئد دانشگاه چالمرز هست که یکی از اساتیدی البته در حال حاضر بازنشسته اونجا آقای دکتر شکرالله منظور الحق بود که من نیز سرافرازی شاگردی ایشون رو داشتم زمانهای دور در ایران. آقای منصور گرامی، این وصفی که شما کردید و بسیار دقیق و جامع و کامل، نمونه کامل منظره بسیار دقیقی رو از سوئد در طی 100 سالی که گذشت و از کجا به کجا رسید اشاره کردید به اینکه دولتش مبرا از فساد، تقریبا شبیه وضعیت ایران. پرسش برای خیلی هست اینکه تنها کشوری هست در جهان، هیچ فرق نمیکنه، فقط در نیجریه اخیراً یک چند میلیاردی حیف و میل شده بود، که نه یه بار، دو بار، سه بار، چندین باره صحبت اینه که آیان اومدن میلیاردها برداشتن به خارج منتقل کردن، یک هایهوی اولیه آمد و بعد فروکش کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد میبخشید، و خیلی خوب میتونن اینو تعبیر کنن که مردم چندون مشکل ندارن با این دزدی ها، اگه اسمشو بشن دزدی گذاشت، شاید نمیدونم ترمای دیگه براش لابد هست در حکومت فقیر. چجوری هست که این همه حیف و میل علنن میان دولت اعلام میکنن اما اتفاقی نمیفته؟ این روشن نمیشه بالاخره تکلیف پرونده بابک زنجانی چه شد، خاوری چه شد؟ هیچ کدوم از اینا روشن نمیشه. چرا؟ دلیل اساسی همونطور که میدونید جناب چالنگی، بسته بودن زبان مردم، بسته نگه داشتن چشم و گوش مطبوعات، این رکن چهارم یک جامعه آزاد. عرض کنم این که در اونجا ببینید تمامی این دستگاهی که توسعه پیدا کردن، تمام کشورها چندین اصل دارن که به اونا متمرکزن. یکی پیشرفت علم و فن، یعنی دانشگاه های بسیار درست، اساتید دانشجویان بسیار درست، این در جای خود. بعد از اون یک دستگاه قضایی داریم در این کشورها که این دستگاه به دور از فساد و مستقل، یعنی از هیچ کسی امر نمیبره. دستگاه قضایی آمریکا میتواند رئیس جمهور مملکت رو محاکمه بکنه، همینطوری در انگلستان. در نتیجه یک دستگاه قضایی بسیار نیرومند و مستقل و درست در این کشورها وجود داره، و در واقع چشم و گوش این دستگاه ها عبارت است از مطبوعات، رادیو تلویزیون های مستقل از قدرت دولتی، که در نتیجه آنچه که میبینند با میلیون ها چشم و گوش نظاره میکنند و پرونده ها رو میکشن بیرون و در معرض قضاوت مردم و دستگاه قضایی میگذارن. در اینجاها فساد اگر رخ نمیده، به خاطر این دم و دستگاه وسیع رسانه های عمومی است و وجود یک دستگاه قضایی درست. در ایران شما ملاحظه بفرمایید یکی از فاسدترین دستگاه ها دستگاه قضایی است.
رؤسای این دستگاه ها دست نشانده ولی فقیه هن و افتخارشون این است که اینا امر برن، هرچی که اراده ولی فقیه باشد اون رو پیاده می کنن. دنبال عدالت نیستن. طبیعی است که در چنین جایی مطبوعات وجود نداره، رادیو تلویزیون و مستقل وجود نداره، در نتیجه این مسائلی که اعلام میکنن خودشون و عموماً عمده دلیلش این است که تصفیه حساب بین خودشون انجام بدن. در نتیجه اگر ملت از چیزایی خبر می شود، در این کشاکش افشا کردن رقبا از همدیگر است که چیزایی به گوش مردم میرسه، ولی بعد از اون این دستگاه قضایی است که پیگیر باشه. مردم جز اینها نهادی ندارن، کاری نمیتونن. در چه مردم کنار می نشینن با نقشی صفر، ولی تمامی اینها رو در حافظه شون در عرض کنم وجودشون انباشته می کنن تا جایی، تا زمانی که بتونن کاری انجام بدن. به این ترتیب اگر این فسادهای عجیب و غریب تکرار می شود، با این تکرار شدنهای خودش تبدیل می کند به مبتذل شدن مسئله، یعنی مسئله عادی می شود. این که در ایران گفته بشود که چندین میلیارد دلار دیگر دزدی شد، یه مسئله کاملا عادی میشه. یعنی وقتی دست دولتی، این همین دولت سابق در تمامی این قضايا بوده، از شهرداری، از شهرداریش گرفته تا عرض کنم ریاست جمهوری تا دم دستگاه ولایت فقیه آلوده بودن به این قضايا، اینا مرتب فاش شده و مردم گوششون از این قضايا پره. اینا هم از این مسئله استفاده میکنن، چون مسئله رو تبدیل کردن به یک امر مبتذل. هر روز میتوانن از اینها دم بزنن، بیان که اتفاقی بیفته و بیان که به کسی پاسخگو باشن. در نتیجه یکی از شگفت‌انگیزترین میدانهای فساد در ایران گشوده شده که آمارش برای تمامی مردم متمدد جهان تکان دهنده است. بله، همونطور که مثلا هنوز خبری نیست از سیدپاشان اصفهان که چه کسانی بودن با این همه دستگاه‌های مختلف امنیتی، اطلاعاتی و همه ای که هست. آقای منصور عزیز، من امیدوارم، مطمئنم شما هم چنین هست، که پرونده اتمی جمهوری اسلامی نهایتا این مذاکرات در جهت مصالح مردم ایران و مصالح ملی ایران پایان بپذیرد، به اونجا برسه. اما پرسش اینه که در ایران وانمود میشه چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسه و تحریم ها برداشته بشه، که باز امیدواریم چنین بشه، تحریم ها به سود مردم ایران برداشته بشه، چه تحول عظیمی در اقتصاد ایران پدید خواهد اومد؟ چون حکومت چنین وانمود میکنه که تمام مسائل واسطه به همین تحریم هاست. چه تحولی رو باعث خواهد شد اگر به فرض اینکه پول نفت صادراتی هم بیاد در جهت مردم باشه؟ بله، در این نکته تردیدی نیست که دولت در واقع تمام تخم مرغ های خودش رو در سبد تخفیف تحریم ها گذاشته. یعنی از نخستین روز که سر کار اومده، ولو برنامه هایی در جهت تخفیف برخی مسائل نظیر تورم و برون رفت از رکود اعلام کرده، ولی عملا نوع این برنامه ها نشان میداد که دولت در صدد اقدام اساسی در روی مسائل اقتصادی نیست و شاید نمیتونه باشه، بلکه فقط امیدوار است که این محظورهای تحریم رو برطرف بکنه یا اقلا تخفیف بده و از این رهگذر جریان‌های درآمدهای نفتی دوباره به ایران باز بشود. منتها این مذاکرات علارغم تمام تلاشایی که دولت کرده، میدونید با چه مشکلاتی هم در داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی روبروست، ولی به احتمال بسیار قوی میرود که به یک نتیجه‌ای برسد، چون از هر دو سو برای اون نتیجه نیاز فراوون دارن. میرن که اونجای توافقی از خان اعلام بکنن و زیاد هم نمونده، در پایان همین ماه مارس چند روز دیگر باید اعلام بکنند که توافق اساسی انجام گرفته و از خبرهایی که بیرون میاد به نظر میاد که مسائل اساسی حل شده. در این میون طبیعی است که مثلا
آژانس بین‌المللی ابراز نارضایتی میکنه و دولت‌های نظیر دول اروپایی به صراحت اعلام میکنند که اگر این شرایط برآورد نشه، یعنی پروتکل الحاقی امضا نشه و بازرسان آژانس به صورت آزادانه دسترس به بازرسی نداشته باشند، توافق نخواهند کرد. اینها کشمکش‌های آخرین است که در این صحنه پدید اومده. منتها اگر به نتیجه برسه، با فشارهایی که وجود داره قطعی است که تمامی این محظورها و تحریمها به یک مرحله برداشته نخواهد شد، بلکه به صورت گذرا، و اونم مثلا برخی از کشورها اصرار دارن که یه زمانی رو باید قائل شد، پیشنهاد میکنن 1 سال، بعضیا میگن 6 ماه باید فرصتی باشد که ایران راست آزمایی بشود، یعنی نشان بدهد که واقعا پایبند با آنچه که توافق کرده است هست. در این صورت به تدریج گام به گام بتونیم این دریبا رو بردارن. منتها برداشتن تحریم در این حالی که گشایشی در زندگی مردم میتونه فراهم بیاره، یعنی بخشی از این دلارهای بلوکه شده ایران متجاوز از 100 میلیارد دلار آزاد بشه، در اختیار دولت قرار بگیره، در این حال میتواند پدیده زیانمندی هم باشه، به این معنی که اگر دولت ندونه از این درآمدهایی که وصول خواهد کرد چگونه استفاده باید بکنه، در نتیجه میتواند به موج تورمی دامن بزنه و زندگی مردم رو دشوارتر بکنه. امیدواریم چنین باشه. و البته بعض وقت هم از راهلای اقتصادی در حکومت ایران اونطور که سابقه نشون میده، برای اینکه همین تورم پیش نیاد، بیماری هلندی پیش نیاد، مشکلاتی برای مردم ایجاد نشه، این دلار رو وارد بازار نمیکنه، مستقیم به بانک های خارج و حساب های شخصی وارد میشه. شاید علت اینه این همه دلار خارج میشه و میلیاردها، همونطور که آقای الیاس نادران گفت بعد از مذاکرات ژنو دور اول، توافق ژنو، دلارهایی که در اثر این توافق آزاد شد با چمدان از کشور خارج شد. شاید به این دلیل است که میلیاردها خارج میشه از کشور. آقای منصور گرامی، سال بسیار خوبی رو مجددا برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم در سال جدید بیشتر و بیشتر با ما و بینندگان تفسیر خبر باشید. با سپاس. سپاس گزارم قربان. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه آقای عبدالستار دوشوکی با من و شما هستند تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای عبدالستار چوکی، پزشک، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خجسته باد نوروز. منم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان خوب تلویزیون سلام و درود دارم و آرزوی سال موفقیت‌آمیز، پرمیمنت و خوبی رو برای همه هموطنان خودم دارم. نوروزتون پیروز باد. آقای دوشوکی عزیز، سال 1393 خورشیدی رو شما وقتی که نگاه میکنید به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی در ایران، چه نقاط روشن مثبت در اون میبینید در جهت مصالح و منافع مردم و کشور ایران؟ خب واقعیت اینه که این سالی بود که بعد از انتخابات سال پیشتر از اون، یعنی سالی که آقای روحانی به مردم وعده‌ها داد در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و غیره، واقعیت اینه که در زمینه سیاسی که خب وضع بدتر شده، در زمینه حقوق بشر وضع بدتر شده. همین چند روز پیش
گزارشگر ویژه سازمان ملل جناب آقای احمد شهید گزارشی رو دادن که در جمهوری اسلامی اعدام‌ها بیشتر شده و از نظر اقتصادی هم واقعا گرانی در کشور بیداد میکنه. هنوز هیچ گونه نتیجه‌ای در مورد مسئله هسته‌ای هم به دست نیومده. از نظر فرهنگی هم ما میبینیم که چه بر روزنامه نگاران چه بر اهل فرهنگ و هنر فشارها بیشتر شده و کار الان به اونجایی رسیده که حتی خود نمایندگان مجلس مثل آقای مطهری هم این اجازه رو ندارن که برن در اجتماعات اصولگرایان و طرفداران نظام سخنرانی کنن. در نتیجه متاسفانه جز کارنامه بعد و خبر بعد از این نظام در سال 1393 من چیز دیگه ای نمیتونم به هموطنان بگم. امیدوارم که امسال سال بهتری باشه برای ملت ایران از هر نظر، اعدام ها کمتر بشه، سرکوب ها کمتر بشه، اوضاع اقتصادی مردم بهتر بشه و به خصوص همان گونه که خود آقای رئیس جمهور هم گفته بودن در مورد آزادی به مردم این حداقل انتخاب داده بشه که بین بد و بدتر یکی رو در انتخابات مجلس و در انتخابات خبرگان انتخاب کنن، ولی متاسفانه این آرزوهایی است که ما 36 سال داریم میکنیم و بعید میدونم که جمهوری اسلامی در این سال حساس، یعنی در سال انتخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات مجلس خبرگان و هم تصمیم گیری در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای کوتاه بیاد. بله آقای دوشوکی، که ببینید خیلی موارد بوده که هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و هم بقیه مسئولان اومدن و گفتن و خطیبان نمازهای دولتی جمعه مثل احمد خاتمی و بقیه اومدن گفتن که آقا در صدر اسلام هم برای گسترش اسلام سختی های بسیاری مسلمانان اولیه کشیدن. الان هم میگن که ما در صدد به اصطلاح تو گسترش و به اصطلاح صدور انقلاب از آغاز بوده تا به امروز شکل دیگه ای داره و در عراق، سوریه، یمن، لبنان و جاهای دیگه به هر حال گسترش پیدا کرده حضور ماموران و فرستادگان جمهوری اسلامی و به همین دلیل هم دنیا با ما بده و مورد تحریم قرار داده و باید سختی ها رو تحمل کنیم. حرفیست برای پیروان ولایت فقیه. اینجور نمیشه توجیه کرد مشکلاتی رو که در ایران هست آقای دوشوکی؟ این والا من نمیدونم اینو حقیقت شو بخواهید نمیدونم به چه صورت تحلیل کنم. درست مثل این میمونه که یک پدری شب و روز بره سر کوچه عربده بکشه، با همسایه‌ها دعوا کنه و زخمی بشه و بریزن سرش، پولاش رو ببرن یا هر کاریش بکنن، برمیگرده خونهش، بچهش گرسنن، میگه ببینید تقصیر این همسایه بوده، منو زدن و همه اون چیزایی رو که من داشتم از من بردن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی این روش رو خودش انتخاب کرده، یعنی روش جهانگشایی رو و دخالت در کشورهای همسایه. این بحثی که الان از مردم میخوان که ریاضت به اصطلاح اقتصادی و غذایی رو بکشن، یعنی یه وعده غذا بخورن، این متاسفانه چیز جدید در جمهوری اسلامی نیست. من یادمه در همون اوائل انقلاب هم که بعد از اینکه سفارت امریکا رو گرفتن و تحریم‌ها شروع شد از نظر اقتصادی بر علیه ایران، گفتن خب ما به امریکا می جنگیم، مردم هم به جای اینکه اون موقع گندم از امریکا می خریدن، گفتند که امریکا گندم نمیده، تحریم کرده، ما نمیتونیم نون درست کنیم. یکی از همین آخوندا، من اینو برای نسل جوان میگم، گفتن امریکا که گندم نمیده نون نمیخوریم، به جهنم، ما به جای نون نون خشک میخوریم. و بسیاری مردم اینو باور کردن، یعنی باور کردن که رهبران جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی همراه مردم این ریاضت اقتصادی رو میکشند و با درد مردم شریک هستند. متاسفانه 36 سال ثابت کرد که اینها از مردم و اونم از مردم عادی میخوان ریاضت اقتصادی بکشن و فقط یه وعده غذا بخورن، یا وگرنه کوس رسوایی اقتصادی میلیاردی اینها
به اون ور دنیا، یعنی به کانادا هم رفته، از اون ور دنیا چین و مالزی هم اومده و رفته. در نتیجه منظورم اینه که اینها منظورشون مردم عادی هستن، یا وگرنه خودشون بهترین زندگی ها را دارن و هدف از اینها این ایجاد تنش هست و سرکوب هست در داخل، یعنی جهانگشایی در کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و بحرین و یمن و غیره و سرکوب مردم در داخل. این سیاستی که بقیده من جمهوری اسلامی داشته و بنیادش اینه، یا وگرنه چه دلیلی داره کشوری که مثل بقیه کشورهای عربی نفت داره و میتونست امروز یکی از بهترین و مرفه‌ترین کشورها باشه، یا حداقل نیروی انسانی بسیار قوی داره، میتونست ترکیه باشه، نیست، شده افغانستان و حتی از افغانستان هم بدتر، با از معذرت از افغانان گرامی، مثل شده مثل کره شمالی، کوبا، یا اون به اصطلاح حکومتی که آقای چاوز در ونزوئلا داشت، بله، که الان هم شاگرد شوفر آقای چاوز اومده اونجا. بله، اما آقای دوشو که پرسش این هست، ببینید اقتصاد مقاومتی رو که آقای خامنه ای مطرح کرده به خاطر همین تحریم ها، به خاطر شما اسمش میدونید جهانگشایی یا ملک عبدالله پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم میگفت فلال شیعه، سالیان پیش از اون مبارک میگفت، بعد از ملک عبدالله دوم ملک عبدالله پادشاه عربستان هم گفت، به خاطر اینها اقتصاد مقاومت، استکبار جهانی با ما در جنگ، بارها گفتن مورد تحریم قرار دادن. و بعد حرف من اینه، این پرسش که عکس العملی هم نیست، مردم اعتراض گسترده نمیبینید به گرانی ها، روند گرانی ها، حال اون که در ایران زمانی بود حدود 50 سال، شما یادتون هست، شاید کمتر بر که بنزین اتوبوس 1 ریال گرانتر شد یا 2 ریال، اعتراضات گسترده شد. نتیجه ای که من میخوام بگیرم به عنوان پرسش اینه که شاید قبول دارن، مردم روند گرانی ها رو میپذیرن به خاطر اینکه حمایت کنن از دخالت های حکومت ایران در یمن، جاهای دیگه اقتصاد مقاومتی رو، اون چیزی که اقتصاد مقاومتی رو میپذیرن، چون نشانه اعتراض گسترده نیست. در کشور نفتخیزی مثل ایران بنزین برای سفرهای نوروزی نیست، نباشه. داریم در یمن جلو میریم، حوتی ها دارن جلو میرن، پاسدارا ما بغلش، این زبان حکومتیان هست در ایران. بفرمایید. واقعیت اینه که خب پدیده‌های اجتماعی به خصوص خیزش‌های اعتراضی جامعه نرم و اصول خودشو داره، در زمان خودش میاد، یعنی هم شرایط ذهنی، هم شرایط عینی، هم شرایط سیاسی داخلی و هم شرایط بین المللی باید کاملا فراهم باشه و اون انگیزه و جرقه های لازم هم باید در جامعه ایجاد بشه که جامعه بیاد جلو. و همین دلیل ما میبینیم در تمام جوامع، از تونس گرفته تا مصر تا سوریه و غیره، خب سوریه ما میتونیم بگیم قبل از این خیزش مردم، مثلا تا 3 سال پیش اکثر مردم حتما آقای بشار اسد رو میخواستن، طرفدارش بودن. نه، این دلیل نمیشه. اگر این دلیل بشه که اکثر مردم میخواستن طرفدارش بودن چون به حرفی نیست، خب ما میتونیم در جمهوری اسلامی هم برگردیم ببینیم که اصولا در دوران رژیم پهلوی هم که مردم برای 36 سال تمام انقلاب نکرده بودن، حرف نمی زدن، معناش این بود که راضی بودن. از آخوندها اینو بپرسی، اونا میگن نه، راضی نبودن. پس سکوت علامت رضا نیست، اون هم در یک دیکتاتوری وحشتناک. اگر باشه باید بپذیری. به عنوان مثال ما کره رو نگاه کنیم، کره جنوبی و کره شمالی. کره جنوبی همیشه تظاهرات هست، اعتراضات هست، چون آزادی وجود داره، اما مردمش امروز دارن با ژاپن و غرب رقابت میکنن. کره شمالی هیچ گونه اعتراضی نیست. وقتی میبینیم تظاهرات 22 بهمن که در کره شمالی صورت میگیره، همه مردم میان
و خدا رو شکر میکنن که همچون رهبری دارن. آیا واقعا معنیش اینه که پس مردم میخوان کیم ایل سونگ رو در کره شمالی، اون چه که در کره جنوبی هست که تمام دنیا رو گرفته، آیا اونها قابل قبول نیستن و آرزو و مطلوب مردم در کره شمالی است؟ نه، اینا رو که همه مردم هم میدونن، کسی که حتی زیر سیکل هست اینو میدونه که در حکومت های دیکتاتوری سکوت مردم علامت رضای اونها نیست. و با این حال در جمهوری اسلامی ما نظامی رو داریم که حتی خود رئیس جمهور سابق هم ممنوع التصویر، ممنوع البیان و ممنوع الکلام میشه. نماینده مجلس، یعنی پسر آیت الله مطهری، نمیتونه حرف بزنه. در نتیجه در این نظام دیکتاتوری کاملا فائق هست و معناش این نیست که مردم راضی هستن. به هر حال در یک نظام استبدادی متاسفانه مردم صدایی ندارن و به همین دلیل سکوت مردم هرگز به عنوان رضامندی اونها به اوضاع موجود نبوده و نیست. فرصت هست از شما بپرسیم، مراسم نوروزی در قسمت بخشی از ایران، ایران زمین، سیستان و بلوچستان ارجمند و گرامی، امسال نسبت به سال گذشته چقدر شاد دلتر بودن مردم؟ آمار نمیشه گرفت، ولی توی یک سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد که احتمالاً خوشحال کننده بود برای مردم سیستان و بلوچستان؟ از آب آشامیدنی سالم آیا رسید؟ واقعیت اینه که خب به هر حال سیستان و بلوچستان به عنوان بخشی از ایران هم نمیتونه مستثنا باشه از اون درد کلی رو که ملت ایران تجربه کردن در زمین‌های مختلف. و خب به طب اگر گرانی باشه، مردم سیستان و بلوچستان که بیشتر محروم هستن و از نظر اقتصادی اون قدرت خرید کمتری رو دارن، درد بیشتری رو متحمل میشن. از سوی دیگه در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه نقاط کشور خب بیکاری بیشتر هست، این اون درد و رنج اقتصادی رو دو برابر میکنه. به همین دلیل خب مردم با این درد و رنج زندگی کردن و جمهوری اسلامی هم متاسفانه در اون منطقه کما فی سابق اون سیاست های امنیتی خودش رو دنبال کرد. اگرچه ما آقای استانداری، آقای علی حوست هاشمی استانداری رو داریم که تلاش میکنه با مردم نوعی تعامل داشته باشه و اوضاع رو بهتر بکنه، ولی واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی هستند که دست بالا را دارن و سیاست های کلی نظام رو در اون منطقه تبیین میکنند. بله، و نکته این هستش که کمیته حقوق بشر تشکیل شده در کنگره آمریکا که چند روز دارن قبل از عید اعلام کردن چون تشکیل چنین کمیته رو، و همینطور گزارش آقای احمد شهید منتشر شده که اشاره کرد. ببینید روند حقوق بشر رو در سالی که گذشت، در سالی که گذشت در سیستان و بلوچستان تا چه اندازه موازین حقوق بشر، هشدارهای بین المللی، گزارش‌های بین المللی تونسته این روند سرکوب بگیر و ببندها رو در سیستان و بلوچستان کاهش بده در سال گذشته؟ هیچ. وقتی من به جای تحلیل سریعا میگم هیچ، چون وضع بسیار بد هست در بلوچستان. همین چند روز پیش دو تا جوان را نیروهای انتظامی کشتن. یه جوان در منطقه چابهار در منطقه دشتیاری به نام ریمدان که این رو مامورین انتظامی با اون حکم تیری که دارن کشتن و جسدش رو پشت تپه ها انداختن. یه روز بعد از اون، یعنی دو روز پیش، یک جوان دیگر رو در منطقه جالق سراوان کشتن نیروهای انتظامی. یعنی متاسفانه این کشت و کشتارهای فراقانونی و قانونی توسط نیروهای انتظامی و مرزبانان جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان ادامه داره. قبل از اونم ما شاهد بودیم که 6 نفر اهل سنت رو هم جمهوری اسلامی اعدام کرد بدون اینکه هیچ گونه محاکمه علنی و عادلانه‌ای داشته باشن.
و من میدونم که تلویزیون ایران فردا همیشه در مورد اقوام و این ظلم و ستمی که به همه شده از جمله اقلیت‌های مذهبی، قومی و غیره، ولی واقعیت اینه که اگر گله‌ای بکنم که این گله در بین همه بلوچ‌ها و اهل سنت و کردها هست و اون اینه که بسیاری از این رادیو تلویزیون‌هایی که توسط کشورهای خارجی مثل بریتانیا یا امریکا حمایت میشن یا کشورهای دیگه متاسفانه هرگز نمیپردازند به اعدام، به سرکوب و کشت و کشتارهایی که در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان نه. یا حتی خوزستان صورت میگیره. در خوزستان هم به همین صورت بود و تلخی اینه که این تبعیض در بازتاب نقض حقوق بشر در تهران و در بلوچستان دقیقاً بازتاب همون تبعیضی است که جمهوری اسلامی بر علیه مردم در داخل کشور میکنه. همین رو ما در رسانه‌های فارسی زبان در خارج هم داریم که اینها، بعضی از اینها معتقده که بله ما نمیدونیم مثلا این 6 نفر کرد اهل سنت آیا اینها تروریست بودن یا نبودن. خب اینا نشون میده که این حرفشون کاملا دروغه، به خاطر اینکه به عنوان یک ژورنالیست شما موظفید که اخبار رو منصفانه و بی‌طرفانه منتقل کنید. وانگهی اگر فردی بدون محاکمه عادلانه، بدون دادگاه علنی، بدون هیئت جوری یا هیئت منصفه، فقط با یک اعتراف تلویزیونی محکوم به اعدام بشه، اون فرد باید از نظر هر انسانی معصوم یا خیلی عذر میخوام بیگناه تلقی بشه. ولی واقعیتی که ما میبینیم که این رادیو تلویزیون ها این برخوردهای دوگانه بسیار زننده رو، بسیار علنی رو نسبت به فعالان اهل سنت دارن. من مثلا به عنوان مثال به بعضی از اینها حتی به عفو بین الملل هم گفتم که این اتفاق افتاده، به من میگن که اینو کدوم رسانه رسمی منتقل کرده، و بعضی از این خبرگزاری‌ها میگن هرچی اگر رسانه رسمی کشوری اونو به ما بگه، مثلا خبرگزاری فارس بگه یا روزنامه کیهان بگه، برای اینها این منابع مشروع هستن، ولی اگر فعالان حقوق بشری بلوچ با عکس و سند و مدرک و ویدیو هم بگن، این هیچ گونه اعتبار و سندیت نداره از نظر اینا. و این مشکل اساسی هست که اقلیت‌های قومی در ایران همیشه با اون روبرو هستن. به همین دلیل من فکر کنم در مناطقی مثل بلوچستان مردم پذیرفتن که توسط جمهوری اسلامی کشته میشن و صداشون هم به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا، و این درد بزرگی است که اون مردم دارن. و من نمیدونم که واقعا این تبعیض رو آیا با رفتن جمهوری اسلامی، این تبعیضی که در اذهان و تفکرات بسیاری از هموطنان نهادینه شده، حالا طرف میخواد در خبرگزاری فارس کار بکنه یا صدا و سیما ایران یا در یک خبرگزاری دیگری در همین شهر خود من یا در شهر خود شما، در نتیجه این مشکل اساسی هست در رابطه با نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان که نقض حقوق بشر دو برابر جاهای دیگر هست، اما گزارش اونها حتی یک دهم هم نیست. و این مشکلی است که در سال گذشته بود و من مطمئنم متاسفانه در سال 94 هم ادامه پیدا خواهد کرد. بله، خب به هر حال سیاست های رسانه های دولتی جوری هست که نتایجش رو برخیش رو شما اشاره کردید، اما کشتن 6 انسان و هر اتهام و جرم و هر شکلی خبریست که منتشر شدنی، به خصوص وقتی که حتی اگر به این 6 تروریست کشته شد، این خبر رو میدن، همه جا میدن. به هر حال در این زمینه ها صحبت بسیار هست، امیدواریم در برنامه های آینده باز هم بتونیم درباره آنچه که در سیستان و بلوچستان میگذره با شما عزیزان صحبت کنیم، گفتگو کنیم. همونطور که در برنامه سرزمین ما میبینید شنبه ها من همواره پرداختیم به مسائل اقوام ایرانی، مسائلی که وجود داره و هنوز حل نشد، از آب آشامیدنی گرفته تا مسائل آموزشی و مسائل
مذهبی و و و و بسیاری مسائل که آقای دوشوکی در چند برنامه سرزمین ما هم با ما بودن. آقای دوشوکی عزیز بسیار سپاسگزار هستیم، امیدواریم سال خوبی برای همه مردم سیستان و بلوچستان باشه، همه نازنینانی که در این منطقه زندگی میکنن، برای همه اونها و همه هموطنانش. منم مجدداً سال بسیار خوب، سال رهایی، سال آزادی، سال شکوفایی اقتصادی و بهروزی رو برای همه هموطنان خودم از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان آرزو میکنم. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی سالی خوش، فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز تفتان، سند و سبلان آسماری، کوهساران درا، کلوند، کوه، دنا، دلهو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.